همینه که گفتم، اگه شده تا صبح وای میسی این فیلم دوم آماده میکنین میبریم میدین تحویل کشکار تموم. آقا تدوین نهایش رو نمیبینین؟ نه لازم نکرده. آقا میفرستم ببینین دیگه، بعدش من سینجیم میکنین. ببین تا همینجاشم خیلی عقبی، برو به کارت برس، زیادم حرف نزن. خداحافظ. خداحافظ آقا. اینم شام دست درنه. خوندی مطلبشو؟ آها بیچاره جنگلبانه رو تو نور کشتنش. آره شد مورده ای زن بچهش. میگم خب شما چرا یه جور جلوی ماجرا رو نمیگیری؟ به یه فیلم مستند در ارتباط با این جنگلبانه کار کن. میتونی یه پیشنهاد بدی؟ پیشنهاد بدی یه جشنواره فیلم در ارتباط با موضوع جنگلبانه برگزار بشه. میتونی؟ شویم والا منم بودجهش رو تامین میکنم، تو هم که این همه دوست داری، همه مستندساز هستن، یه جشنواره فیلم برگزار کنیم. چه خبر شده؟ فیلم بابا دوباره رفته جشنواره؟ نه در ارتباط با جنگلبانا میخواستم صحبت کنم با پدر. شام بکش. شام بکش. نمیخوای الان برای من توضیح بدی ماما؟ خب بگو شاید منم یه نظری داشتم. بعدم بهت میگم. شام بکشم برات سعید. من اگه بگم الان میل ندارم پس سالا بخواهم ناراحت میشه؟ نه الان بعد سالا میکشم. دست برم. سلامتو خوردی؟ چیز خنده داریه؟ خب بگو همه با هم بخندیم. چرا تنها میخندیم؟ چشم به موقعش، هر چیزی یه وقتی داره آقا پسر. اومدن رفتن خونم موقع داره. اون واسه بچه هات، واسه من نیست. من دارم مستقل میشم. باز چه نقشه ای تو سرت داری؟ تو خودتون رو خود حراش نکنی نمیشه؟ با برادر درست حرف بزن. این ادابازیه چه در میاری؟ میگم میخوام مستقل شم. ادابازیه؟ منظورت از مستقل چیه؟ منظورت خدمته؟ خدمت؟ قضیه خدمت حل. آقای شریفی کارتو تقدیم میکنه. میتونم بپرسم چه کاری کردی که لایق دریافت کارتی؟ نش بمونه واسه بعد. فعلا آماده شیم، میخوایم بریم خواستگاری. خواستگاری؟ چرت و پرت نگو، میذارم تو دهنتا. خواستگاری چی؟ این الان سناریو جدیدته؟ والا درس خوندن از همه این کارا راحت تره، بشین قشنگ درستو بخون. عرض کردم آقای شریفی کارت معافیت رو تقدیم میکنه. مثل آدم حرف بزن. بیا بشی ببینم چی میخوای بگی. چشم. آقای پدر کارتو تقدیم میکنن، بعدم میریم خواستگاری. حالا خواستگاری کی؟ پی گفتین؟ آقای دکتر شما نظری ندارین؟ یه راه نمایی میکنم. همه تون میشناسیدش، مخصوصا آقای شریفی پدر، مستندساز ارزشی. نه یه راه نمایی دیگه. اول اسمش با سین شروع میشه، مثل سارا. سمیه سهر؟
آره سحر رو میگی؟ بله سحر رو میگم. حرفامونو با هم زدیم، خیلی وقت هم دیگر رو میخواییم، فقط مونده خواستگاری. تو اصلا میفهمی چی میگی؟ میدونی خانوادش کیه؟ خانوادش رو میشناسی؟ خب مگه میخوام با خانوادش ازدواج کنم؟ میگم ما نمیشناسیمشون. خب آشنا میشیم، مگه با خانواده مریم آشنا نشدی؟ مریم با سحر خیلی فرق داره. خب مگه نمیگفتیم مهم تفاهمه؟ ما هم با هم تفاهم داریم. تو اصلا میفهمی چی میگی؟ داری لجبازی میکنی، میخوای ماها رو اذیت کنی. سعید زنگ بزن به سحر. تلفن من شارژ نداره. سعید گفتم زنگ بزن به سحر. ببین شارژ نداره. خیلی ساده ای، راحت میشی مثل آب خوردن گولت زد. من ساده نیستم، شما ساده. یه عمر گول خوردی نمیفهم. منظورت چیه؟ هیچی، فقط زنگ زدیم باش درست صحبت کنیم. دلم براتون میسوزم. درست حرف بزن بی تربیت. سعید زنگ بزن. مامان خب شما هم نباید اینقدر ضعف نشون بدی دیگه، همین کارا رو میکنی اون بدتر لج میکنه. امیرعلی میذاری من کار خودم بکنم؟ گفتم زنگ بزن. خیلی میگن تو زندگی معجزه اتفاق نمیفته، واسه من که افتاده. مستقیم میری دفتر؟ آره چطور؟ منم میام، میخوام خودم با این دختره حرف بزنم. لازم نکرده، من خودم با این صحبت میکنم. محترمان عذرش میخوام، تام نگران نباش. سعید من تا صبح از نگرانی خوابم نبرده. باشه میگم با این صحبت میکنم، اخراجش میکنم. دیگه چی میخوا؟ تام این خسته بهتر استراحت کنی، امروزی داری نری. خداحافظ. قربان نیوزی ماس ماسک چیه که هده گوشه بابا، این من سن سال شما نیست که، مال جوان هاست. خجالت بکش بابا، بعدام برم تی بکشم در باز کنم. رئیس ما شده این. سلام آقا، خدا قوت. سلام، خسته نباشی. قربون شما. کارو بود تقریب بری؟ بله آقا بردم، ولی حاج آقا کشکار تشریف نداشتن، برایشون یه یادداشت گذاشتم. نگفتن حاج آقا کیمیا؟ نیستین که آقا، تو فرمانداری جلسه داشتن. ببینم نیستم که امروز اینجا نیومده. نه آقا. خانم آقوی کجاست؟ خانم آقوی هم تو آشپزخونه تشریف دارن. خیلی خب، تو رو به کارت برس. چشم آقا رو چشم، با اجازه. آقا سلام، چایی بگیزم آقا؟ نه آقای قربان، چند بار بهت بگم داد نزن، کار تو بکن. سلام. علیکی سلام. صبحتون بخیر. صبح شما بخیر. دیشب چرا تلفنت خاموش بود؟ معذرت خواهی میکنم، حتما شارژش تموم شده. کاری داشتی؟ آقا این چه بساطی با میسم راه انداختی؟ من شما رو آوردم اینجا کار کنین، یه قاف پسر منو بدوزین، این موضع اعتماد من. حسرت خواهی میکنم آقای شریفی، من قاف پسر شما رو ندوزیدم. آقا میثم به من ابراز علاقه کردن. یه شکر خورده، شما که عاقلین، شما چرا باور کردین؟ منم باور نکردم، گفتم جوونه خامی کرده، حتی تهدیدش کردم به شما بگم. چرا نگفتی؟ به من میگفتی که کار به اینجا نکشه. من چی بگم به شما خانم؟
اگه به شما میگفتم عوض اینکه پسرتون رو دعوا کنید اول عذر منو میخواستید. برفرض که اینجوری بود، من اگه عذر شما رو میخواستم یه جای دیگه دستونو به کار میدادم که بیکار نشی، نه اینکه کار به اینجا بکشه. آقای شریفی، آقا میثم به من ثابت کردن که منو دوست دارن. خب منم شما چی؟ منم بهشون علاقمند شدم. ول کن خانم، این پرت و پلاهای چیه داری میگی؟ میثم الان با من یه مشکل خانوادگی پیدا کرده، میخواد از خانوادهش انتقام بگیره، میفهمی؟ دختر جون تو هم بی خود خود تو بدبخت نکن، عشق و عاشقی همش کشکه. میثم امروز عاشقه، فردا فارغه. ول کن این حرفا رو. من اینطوری فکر نمی‌کنم. خانم من به فکر کردن شما کاری ندارم. همین امروز تصویر حساب می‌کنی، از اینجا میری تلفنت هم می‌بندی، جواب میثم نمی‌دی. روشن شد؟ الو، چی شد؟ صحبت کردی باهاش؟ آره، قرار شد دیگه از فردا نیاد دفتر، با میثم کاری نداشته باشه. قبول کرد؟ مگه دست خودشه؟ تا میثم نفهمه داره اشتباه میکنه هیچ چیزی تغییر نمیکنه، هر جا بره میره دنبالش. مشکل از پسر خودمونه، تهدید کردن دختری که فایده نداره. نه بابا، مگه میثم چی داره که دختره بخواد پاش وایسه؟ نمیدونم، خدا کنه. تو دفتر نیستی؟ نه، خیابونم. باشه، خداحافظ. یه پرونده جدید اومده. خانم زمانی خوبی؟ باشه، امضا میکنم میارم خدمتتون. باشه. پس بریم. چه خوب شد آقا شما رو دیدم. برادر من، این نامه یه انصراف اینا چیه ماجراش؟ حاجی تو رو هر کی دوست داری این بازی ها رو با من تمام کن، من دیگه اعصابش ندارم. منظورتون چیه؟ مگه شما این نامه رو که اسکن میکنی از محتواش خبر نداری؟ مگه شما اینا رو نمیخونی؟ نه، ما از محتویات نامه ها خبر نداریم، اسکن میکنیم چون اسناد جنگن. اگه اسنادم نبودن اسکن هم نمیکردیم. جناب شریفی، ما قرار امانتدار مردم باشیم برادر. پس این پیامک ها که چپ و راست برای من میاد چیه؟ کدوم پیامک ها؟ یعنی شما خبر نداری؟ نه، من حوزم خواهش حالم کن، ببخش. خواهش؟ جناب شریفی؟ حالم خوب نیست، خواهش ببخش. جناب شریفی، اتفاقی افتاد. نه، ای بابا.
بگی سلام. اینجا چی کار میکنی بابا؟ و این من بودم که برگه ماموریت امیر حسین رو عوض کردم، با اینکه میدونستم امیر حسین یه مسافر تو راه داره. و من باعث شهادت کی؟ اگه گفتین امیر حسین شدم. خانم اینجا چی کار میکنه؟ سحر زن رسمی منه بابا. سحر شناسنامه رو بیار. نامه من کجاست؟ نامه چشم نه، به شرطی که یک، کارت معافیت من در اسرع وقت آماده بشه، دو، سحرزن رسمی منه و احترامش واجبه، سه، هرچی که برای امیرعلی تهیه کردین از این به بعد برای منم تهیه میکنین. خوبه، خیلی خوبه. مطمئن چیز دیگه نمیخواه؟ چیه بابا؟ الو، سلام نرگس جان، چیه؟ کجایی؟ تو جاده. فکرم مشغول بود، گفتم یه زنگ بزنم ببینم چه خبر. از کی؟ از میثم؟ آره خب، دلنگرانشم. زنگ نزد؟ نه، تلفنش خاموشه. به تو زنگ نزده؟ والا چی بگم؟ قفساز برداشته برده خونه مادر، در رو باز کرده رفته تو. که چی؟ حتما شب بمونه اونجا اتراق کنه، خونه نیاد دیگه. گفتم این دختر دست از سر میثم بر نمیداره. بهش گفتم شب دست دختره رو بگیره برداری بیاره خونه بشین با هم صحبت کنیم. با سحر؟ آره. نرگس جان من میگم بذار پاشن بیان با ملایمت و مدارا باشون حرف بزنیم، شاید قانع شدن هم دیگه رو. ببین چه بدبخت شدم من. الو الو نرگس، الو بگم فشارتون خیلی بالاست. باز چی شده بابا؟ بابا جای من بودی سکته میکردی. خدا نکنه. چی شده بگی؟ سر کار با کسی حرفتون شده؟ نه، از دست این میثم. چی کار کرده؟ دختره رو برده محضر عقد کرد. عقد کرده؟ مرد سحر رو؟ مرد با اجازه کی آخه؟ نمیدونم. بعدم دستشو گرفته برده خونه مادر من،
کلید سازم بردن در باز کردن و رفتن تو خونه. یعنی چی حالا باید چی کار بکنیم؟ نمیدونم بابا. خب مامان میدونه این قضیه رو؟ از اون بهتر. امشب هم شام خودشون دعوت کردن خونه ما. بابا یعنی چی مامان که خون به پا میکنه امشب؟ نمیدونم چی کار کنم بابا. ببین بابا یه وقت حرفی نزنی ها. نگه با دختر عقد کرده ها. مامان نمیدونه؟ نه نمیدونه. ولی میدونی که شب قراره بیان خونه. منم فکر کنم میسر میخواد دست دختره رو بگیری بیاره. من بابا آشنایی که من میخوام حالا با این ازدواج کنم و از این حرفا. بابا چه حرفایی میزنی؟ شما فکر کنی مامان تو طلاق اینو نگیره ول میکنه؟ بابا من نمیدونم چه اتفاقی میفته. حالا امشبو به مامان نگی، فردا چی بابا؟ پس فردا چی؟ بابا امشب جای قرار نذار. شما آروم باش. تو خونه باش. بیا ببینیم امشب چی کار میتونیم بکنیم تو فردا. خدا کریم حالا نگاه کن. آروم باشه، من یه قرص بیارم بخورم، یه خورده فشارتون بیاد پایین. دست در نکنه بابا. چی فکر کردی؟ فکر کردی پسر من بی کس و کاره؟ فکر کردی من اجازه میدم با هر کسی که دلش میخواد ازدواج بکنه دستشم بگیره بیاره تو این خونه؟ نه دختر جون، از این خبرها نیست. آخه مگه فکر کردی زندگی کردن علکیه؟ همچین دوتایی با هم تصمیم گرفتیم بابا فکر کنم دیر رسید. وقتی سعید من گفت که این چند قرار بگیرم اینجا با من شوکه شدم. کور خوندی. من نمیذارم پسرم دستی خودشو بدبخت کنه. پسر من بی کس و کاره. چهار روز دفتر آقای بفرم. آقا سعید تحویل بگیر، اومده میگه ما میخوام عقد کنیم. این بود احترام و محبت هاش آقا شریفی. میدونین تا قبل از اینکه بیای مامان چی بار این دختر بدبخت کرده؟ چی گفتم بهتون؟ ها؟ اگه نامزد این شازده دکترتون هم بود همینجوری باش رفتار میکردین؟ به خدا این دختر خیلی شریفه، این همه فوش خورده یک کلمه حرف هم نزده. برای خودش میدونه چه کلاهی میخواد سرت بذاره. مگه عقد الکیه؟ اگه این خانواده داشت که تو به راحتی نمیتونستی عقدش کنی. من کلا سرم نمیره. نرگس خواهش میکنم. چیه؟ بذارم دستی دستی خودشو بدبخت کنه پسرم؟ این سم که دیگه بچه نیست، میخواد خودشو بدبخت کنه. بذار بکنه. به ما چه؟ منو تو بزرگتری نباید اجازه بدین. من میگم بذار خودش تصمیم بگیره. من نمیذارم. اصلا تو چیکاره ای؟ من ولیشم، میگم بذار خودشو بدبخت کنه. به شما هیچ ربطی نداره. بابا تو میفهمی چی داری میگی؟ بله، خواهش میکنم دیگه ساکت تمومش کنی. خیلی بی‌معرفتی. جون اینا سر من داد میزنی، حرفا رو به من میزنی. ساکت تمومش کنی. بفرما. من یه دقیقه دیگه اینجا نمیمونم. مامان بابا چرا گفتم ساکت؟ خانم شما بفرم بیرون. دست زنتو بگیر از این خونه برو بیرون. مگه تو خونه نداری؟ بفرمایید. باشه خانم. جلوی این دختره با من چجوری حرف زد؟ تا حالا هیچ وقت نشده با من اینجوری برخورد بکنه. میدونم مامان، دیدم اشتباه کرد. من از طرف بابا عذرخواهی میکنم. دیگه چی کار کنم؟ بابا همین الان در موردش حرف زدیم، گفتی باشه. ما الان باید شرایط بابا رو درک کنیم دیگه، هم به لحاظ روحی هم به لحاظ جسمی. مامان این یک اخطاره دارم بهتون میدم، اتفاق یه دفعه میفته ها. بابا امروز اومد در مونگا، من به زور نشوندم فشارشو گرفتم، فشارش خیلی بالاست. چیه؟ تو هم میخواد تو دل منو خالی کنی؟ من وظیفم بود این اخطار رو بهتون بدم.
الان با لج کردن شما چیزی درست نمیشه. بابا یه اشتباهی کرد، لطفاً شما کوتاه بیا تمامش کن بره. همینجوری میخواین کشش بدین؟ خب کشش بدین. مامان. مامان. برم به سمت خونه. بابا حالت خوبه؟ آره خوبم. قرصتو خوردی؟ نه یادم رفت. همون لطفاً اون قرص بابا رو بدید. سوزت پاشم برم بخواب. برو مادر جان، شبت بخیر. ببخشینا دست خودم من نمیدونم چرا بیخود سر داد کشیدم. اشکال نداره، نمردیم و داد کشیدن تم شنیدیم. شرمنده. من فقط نگران میسمم، همین. من میرم بخوابم. شب بخیر. بله. سلام، نرگس هستم. سلام نرگس جون، بفرما. بیا نرگس جون، این همون گلدونی بود که بهت گل داده بودم. بفرما. دست شما درد نکنه. قابلی نداره عزیزم. خب بگو ببینم چی شده. راستش نمیدونم چه جوری بهتون بگم. قضیه راجب یکی از کارمندای سعیده، سحر آقویی، همین که شما معرفی کردین، گفتین دختر باهوش و با استعدادیه. آره یادمه، مگه چیزی شده؟ میخواستم ببینم شما چقدر خانوادهشو میشناسین. چون شما معرف بودین، ما دیگه راجبش تحقیق نکردیم. نرگس جون یکم گیج شدم. نکنه خدایی نکرده خلافی کرده، دزدی یا کاری کرده؟ نه، پسر ساده دل من عاشق خودش کرده و میخواد باهاش ازدواج کنه. میدونین چند سال از پسر من بزرگتره؟ عجب داستانی شده. والا نرگس جون من اصلا این سحر رو نمیشناسم. خانم دکتر ابتهی معرفیش کرده. نمیدونین چند روزه چه حالی دارم. میدونم میثم رو لجبازی و سادگی میخواد این کارو بکنه. یعنی دوستش نداره؟ نمیگه دوستش نداره، اما میثم من بچه است، هنوز جوونه. عجب. نرگس جون میخوای از خانم دکتر بپرسم ببینم این سحر کیه و چیه؟ ببخشید نمیخواستم شما رو درد سر بندازم. نه اگه این لطفو بکنین ممنون میشم. نه عزیزم نگران نباش، حتما. هیچ نگران نباش، حالا بیبریم یه چایی بخور. نمیدونی این روزا به من و خانوادم چی داره میگذره. بیا چاییم که سرد شد، برم برات یه چایی تازه دم بیارم. مزاحم شمام شدم؟ نه عزیزم نگران نباش. Thank you.
سلام. یه نامه شد تموم زندگی، یه اعتراف ساده از خود.